في وقت لاحق. قاف البث الانتخابات هو الله روح الله الخميني. با آگاهی و با خونسردی به این مسائل توجه کند. بعضی نکات باید گفته بشد. یکی این که گمان نکند ملت ما که دولت ایران و ارتش ایران عاجز از این است که جواب به اینها بدهد. هر وقتی که مقتضی بشد من پیامی به ملت خواهم داد و به صدام حسین و امثال او خواهم ثابت کرد که اینها این اذناب امریکا قابل ذکر نیستند و ما همیشه بنا داریم که در این برخوردها طوری برخورد بشد که جواب برخورد اونها داده بشد که به ملت عراق خدای نخواسته صدمه‌ای وارد نشد. لکن ما عازم بر این هستیم، مصمم بر این هستیم که اگر چنانچه عراق حد خودش را نداند و تجاوز را تکرار بکند ما دستور بدیم و ملت ما بسیج بشند و اون وقت برای ملت عراق معلوم باشد که ما با اونها هیچ کار نداریم، بلکه صدام حسین است که به واسطه تحریک آمریکا به ما تجاوز کرده است و ما اگر جوابی به اون بدیم هرگز به ملت عراق که برادر ما هستند مربوط نیست. امروز من صدای منحوس این آدم را شنیدم، یعنی بیانیه‌اش را شنیدم. ایشون معلوم میشد که تازه مسلمان شده است، برای اینکه به حضرت امیر علی ابن ابی طالب و امام حسین سلام الله علیه و اینها تشبث کرده و مردم را میخواد گول بزنند. ایشون نمیداند که مردم عراق ایشون را میشناسند و از اولی که این حکومت اشتراکی روی کار آمد و مرحوم آقای حکیم تحریم کرد و اونها را تکفیر کرد، مردم عراق اینها را شناختند و بعد هم از اعمالی که انجام دادند اینها شناسایی شدند. اینها علمای بزرگ عراق را اعدام کردند. این که الان به شعب عراق متوسل می شد، اینها شعب عراق را سرکوب کردند. این صدام حسین